در خط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. قوای امنیتی افغان تهاجمی را که در نزدیک میدان هوایی کابل صورت گرفت خونسا ساختند. په افغانستان که ده غیر دولتی او خیریه مؤسسو ده کاری طرز العمل ده پاره نوی لایحه او کرنلار ترتیب شوه. ابتکار گروهی از دکتران افغان مقیم واشنگتن و هومیان و کمک به مریضان افغان و مسلمان در این منطقه. او د سوریه د جګړې له امله د زرګونو هغو کډوالو د ژوند د ستونزو او هڅو په هکله واورئ چې د لبنان په ښارونو کې شپې ورځې تېروي. بینندگان محترم تلویزیون آشنا سلام. امروز دوشنبه دهم ماه جون سال 2013 می باشد. لینا روزبه هستم و این برنامه را از استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن که به اخبار و گزارش های مختلف من جمله وقوع حملات انتحاری در کابل و زابل، سفر رئیس جمهور افغانستان به قطر و کنفرانس مطبوعاتی نادر شبکه زنان و دیگر اخبار و گزارش های جهان اختصاص داده شده است. با این گزارش از افغانستان آغاز می کنم. مقامات افغان امروز دوشنبه گفتند که نبرد با شورشیان در جوار میدان هوایی بین رلی کابل پایان یافته است و تمام مهاجمین کشته شدند. وزارت داخله افغانستان خبر داد است که در این حمله ظاهراً بخش نظامی میدان هوایی که ناتو در آن فعالیت می‌کند هدف قرار گرفته بود. در این حمله دو غیر نظامی مجروح گردیده است. تفصیل بیشتر در این گزارش. مهاجمان با راکت، بمهای دستی و یک بم بزرگ مجهز بودند. به گفته پلیس حمله کنندگان 7 تن بودند که 2 تنشان خود را منفجر ساختند و متبقی توسط پلیس از پا درآمدند. تاها از طرف نیروهای امنیتی تصفیه شده، 3 نفر اجساد دشمن در ساحه باقی مانده. نیروهای امنیتی و فرزندای مردم افغانستان عملیات خونساسازی و دفع طرد عملی دشمن با وجه بسیار آسان و خوب انجام دادند. الحمدلله بر نیروهای امنیتی شما کوچکترین صدمه و آسیب نرسیده. در یک ماه این 30مین بار است که شورشان در پایتخت افغانستان دست به حملات وسیع میزنند و با هدف قرار دادن نقاط مهم سعی میکنند اعتماد عامه را بر نیروهای امنیتی افغان که پس از خروج نیروهای بین المللی از کشور بیشترین مسئولیت را برای حفاظت کشور در دست خواهند گرفت برهم بزنند. بر اساس گزارش ها اولی ساعت 4:30 صبح امروز افراد مسلح از یک ساختمان نیمه کاره میدان هوایی بین المللی این شهر را با سلاح ثقیله هدف قرار دادند. انتحاری آمد داخل تعمیر شخصی جای به جای شدند به طرف میدان انداخته شروع کردند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته است که هدف از این حمله یک مرکز امریکایی ها در داخل میدان هوایی کابل بوده است. هرچند این حمله به طور مهیج گسترش نیافت اما به نگرانی ها در مورد توانایی مقابله 352,000 نیروی امنیتی افغان با شورش در حال افزایش به ویژه زمانی که نیروهای ماربوی خارجی افغانستان را در پایان سال 2014 ترک می گویند می افزاید. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان می گوید حادثه امروز ثابت می سازد که نیروهای امنیتی قادر به خونسا کردن هر نوع حمله دهشت افکنی هستند. واکنش امروز توسط نیروهای افغان به گروه 7 نفری از بمبگذاران انتحاری یک واکنش قوی در برابر مهاجمان، طالبان و کسانی بود که گروه های طالب را در حملات علیه مردم افغانستان حمایت می کند. در ظرف چند ساعت تمام آنها از پا درآمدند. هیچ نوع تلفات بر نیروهای افغان وارد نشده است. مسئولین میدان هوایی کابل می گویند به میدان خساره وارد نگردیده و پس از انسداد کوتاه دوباره برای پروازها بازگردیده است. بر اساس یک خبر دیگر در نتیجه حمله مهاجمان انتحاری به یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در ولایت زابل هر 7 انتحار کننده از پا در آمده و 18 نفر به شمول یک عضو شورای ولایتی زابل زخمی شدند. خبر حاکی است که در این حادثه یک پلیس نیز کشته شده است. همزمان با حمله در کابل، حمله در زابل نیز صورت گرفته است که برای کسب معلومات بیشتر در مورد این حمله، در حالی که گفته شده است تعداد مهاجمین مسلح بر شورای ولایتی ولایت زابل هجوم بردند، محترم محمد جان رسولیار معاون والی ولایت زابل را از طریق اسکایپ با خود داریم تا این معلومات را تقدیمتان کنند. آقای رسولیار سلام با شما و تشکر از اختصاص وقتتان به این برنامه. بفرمایید که این حمله دقیقاً چگونه صورت گرفت و چگونه خاتمه پیدا کرد در زابل و هدف مهاجمین یا حمله کنندگان چی بودن؟
خانم روزبی، سلام به شما و سلام به بیننده های تلویزیونی آشنای صدای امریکا. دقیقا امروز حوالی ساعت 11 بجه قبل از ظهر گروپی از مهاجمان مسلح که با استفاده از یک موتر مملو از مواد منفجره، اولا اونها موتر مملو از مواد منفجره را در پهلوی دیوال احاطوی شورای ولایتی زابل منفجر ساختن و می خواستن کرا را برای افراد دیگه مسلح باز بسازن تا اونا وارد تعمیر شورای ولایتی شوند، که خوشبختانه اعضای شورای ولایتی و نگهبانان شورای ولایتی و همچنان پلیس ملی و امنیت ملی اونها را در دقایق اول، یعنی در حدود 15 الی 20 دقیقه اونها را از پا در آوردن و 5 نفر انتحاری را اجازه ندادن تا داخل شوند و دست به کشتار افراد ملکی داخل شورای ولایتی بزنند. خب در حالی که 7 تن انتحار کننده در عملیات کابل هجوم انتحاری شامل بود، 7 تن هم طبق گفتار شما در زابل، آیا مسئولیت تهاجم زابل را هم تاکنون طالبان بر عهده گرفتن یا خیر؟ ما که امروز رسانه ها را تعقیب کردیم، بله، این مسئولیت سخنگوی طالبان آقای احمدی به عهده گرفته و اونا گفتند در اظهارات خود که ما تعدادی از اعضای شورای ولایتی را یعنی از بین بردیم، که لله الحمد ما یک تن از اعضای شورای ولایتی که منشی شورای ولایتی است به نام فوزیه کاکر، اینا سطحی جراحت برداشتن و یک پلیس شهید داریم و در حدود 18 نفر از مردم ملکی که مراجعه کرده بودند به شورای ولایتی اونها زخمی شدند که در شفاخانه ولایتی زابل تحت تداوی قرار دارند. بله، خب آقای رسولیان، ممنون و تشکر از اینکه شما به ما وعده دادین که در بخش صحبت با اعضای صفحه فیسبوک بعد از برنامه با ما هستین. معلومات بیشتر در قبال مسئولیت های امنیتی در زابل، در حالی که انتظار میره دور پنجم انتقال مسئولیت ها به افغان ها صورت بگیره، از شما میشنویم در صفحه فیسبوک تا حدود نیم ساعت دیگه. موفق و معید باشین، تشکر از شما. در پاسخ سوال امروز در صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا که در مورد توانایی قوای امنیتی افغان در برخورد با دو حمله طالبان بر کابل و زابل پست شده بود، آقای یوسف دورانی می نویسد نیروهای امنیتی در عملیات خوب بودند، اما سوال در اینجاست که چطور این افراد با این مقدار اسلحه داخل شهر کابل شدند و در یک ساحه بسیار مهم توانستند چند ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شوند. آقای هدایت الله نوری نوشته است که در حال حاضر افغانستان بهترین قوای امنیتی را داراست، ولی یگانه مشکلی که صد رای آنها قرار دارد نداشتن تجهیزات پیشرفته است. من باور دارم که آنها توانایی جنگ علیه دشمنان کشور را دارند و از عهده آن برآمده می توانند. بینندگان محترم، امیدوارم که شما نیز با رجوع به صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا با آدرس اینترنتی facebook.com/voatvashna نظریات خود را در قبال سوال روز هر روز با ما در میان بگذارید و ما با ذکر نامتان آن را در برنامه خواهیم داشت، و همچنین هر روز بعد از ختم برنامه در بخش دری یک ساعت در صفحه فیسبوک برای تبادل نظر در میز مدور مجازی با شما خواهیم بود، که امروز معاون والی ولایت زابل مهمان ما هستند و منتظر دریافت نظریات و سوالهایتان خواهند بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز یکشنبه در اجلاس بین‌المللی جهان اسلام بیان داشت که دنیا در هرج و مرج قرار گرفته است و او در مورد این موضوع سوال دارد که آیا جنگ علیه دهشت‌افکنی که توسط ایالات متحده از سال 2001 رهبری می شود متهم به دامن زدن به بنیادگرایی مذهبی در جهان است یا خیر؟ وای که خطابش را در این اجلاس که روی روابط میان ایالات متحده و جهان اسلام در دوحه پایتخت قطر دایر شده است ایراد می کرد، بیان داشت که جنگ علیه دهشت‌افکنی که در سال 2001 آغاز شد و تا امروز ادامه دارد یک جنگ خوشایند نیست. کرزی اضافه کرد که در جهان اسلام از پاکستان آغاز تا نایجیریا در هرج و مرج و تنش جریان دارد. این نشست با میزبانی انستیتوت بروکینگز در واشنگتن در دوحه برگزار شده است. انتظار می رود که این اجلاس تا ختم روز سه‌شنبه با مباحثات مختلف من جمله مباحثات روی انکشاف در افغانستان ادامه یابد. باز هم از افغانستان، وزارت دفاع ملی نگهداری هر گونه زندانیان را از سوی نیروهای خارجی در افغانستان نقض حاکمیت ملی و قوانین آن کشور دانسته است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت از نیروهای برتانوی در افغانستان می‌خواهد تا هر چه زودتر زندانیان افغان را بر بنیاد توافقنامه‌ای که پیش از این میان این نیروهای خارجی و افغان صورت گرفت به حکومت این کشور تحویل بدهند. سخنگوی وزارت دفاع ملی افزود که هیچ کشور حق داشتن زندان را در کشور دیگری ندارد. از کشور بریتانیا می خواهیم که
مطابق به توافقنامه‌ای که بین وزارت دفاع و قماندانی ناتو در افغانستان امضا شد، بعد از مدت معین، یعنی بعد از مدت 96 ساعت تمام کشورهایی که در افغانستان حضور دارند، یک بازداشتی که در اختیار دارند باید به جانب افغانی تحویل بدن. از جانب دیگر، عظیمی از آغاز مرحله پنجم انتقال مسئولیت‌های امنیتی در آینده نزدیک صحبت کرد و افزود که نیروهای امنیتی افغان توانایی مسئولیت تامین امنیت تمام کشور را دارند. گوینتر کات، سخنگوی نیروهای آیسف که در این نشست خبری حضور داشت، بیان داشت که افغانستان با مسئولیت پذیری تامین امنیت تمامی افغانستان پس از سال 2014 میلادی یک آینده روشن خواهد داشت. و خبری از پاکستان توجه کنید. مقامات در پاکستان میگویند که تندروان بر یک کاروان ناتو در منطقه شمال غرب آن کشور حمله کردند که بر اثر آن 6 تن کشته شده است. این حمله امروز دوشنبه در نزدیک جمرود در دره خیبر در امتداد سرحد با افغانستان رخ داد. مقامات گفتند که حداقل 15 تندرو از راکت و سلاح در حمله بر یک کاروان انتقال مواد برای اساکر ائتلاف در افغانستان استفاده کرده و بر آن حمله بردند که در آن لاری‌های حامل مواد طعمه حریق گردید. حملات تندروان در مناطق نیمه قبایلی پاکستان بر این کاروان‌ها معمول است، در حالی که این راه تنها راه کلیدی حمل مواد برای ماموریت‌های ناتو در افغانستان به شمار می‌رود. در حالی که ولسی جرگه افغانستان قانون صلاحیت‌ها و تشکیلات کمیسیون مستقل انتخابات را دوباره تصویب کرد، شرح بیشترین موضوع را از مهمان این ساعت برنامه از کابل می‌شنویم. محترم الحاج محمد عبدو، عضو ولسی جرگه افغانستان با ما هستند. آقای عبدو، با سلام به شما، ممنون و تشکر از حضورتان در برنامه. بفرمایید که چرا این قانون باید دوباره تصویب می‌شد، در حالی که یک بار روی از او صحبت صورت گرفته بود؟ چه لزومی وجود داشت که دوباره روی از این قرار صورت بگیرد از جانب ولسی جرگه؟ ببینین، مطابق حکم ماده 94 قانون اساسی افغانستان، مصوبات ولسی جرگه و مشران جرگه وقتی که جهت توشیح به خاطر تبدیل شدن به قانون خدمت ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده میشن، رئیس جمهور مخیرن که در طی 15 روز اگر مصوبه هر دو اتاق شورا را توشیح بکنه حکم قانون پیدا میکنه، اگر پیش از 15 روز کدام ایراد را بگیرن با دلایل، پس میتونه ایرادات به ولسی جرگه به خاطر بازنگری مجدد بفرستن. ولسی جرگه در این صورت مختارن که اگر با دو سلس تاکید بکنند که مصوبات قبلی خود تایید بکنند، این باز توشیح شده حساب میشه و حکم قانون پیدا میکنه، نیاز به توشیح ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان نداره. در صورتی که اگر بعضی نظرات رئیس جمهور مورد قناعت و قبول ولسی جرگه واقع شوند، دیگه ای باز روال عادی خود باید بپیمایند. مواردی که مورد قبول است او تایید میشه، مواردی که مورد قبول نبود اونا رد میشن. که در قسمت قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت وظایف کمیسیون شکایت انتخاباتی، بله، ریاست جمهوری اسلامی افغانستان 8 مورد اعتراض گرفتن جهت بازنگری فرستادن. ولسی جرگه و کمیسیون عدلی و قضایی را وظیفه دادن. ما 3 جلسه مشترک برگزار کردیم، بله، که در جریان 3 جلسه مشترک، بله، 2 مورد از نظارت رئیس جمهور پذیرفته شد و این قانون آمد در تالار عمومی. تالار عمومی امروز خوشبختانه رأی گرفت، با اکثریت آرا ای به تصویب رسید و میره جهت تیمرایل به مشران جرگه، بله، و از بعد از او به توشیح رئیس جمهور. طوری که شما گفتیم، برخی نکات در قانون در گذشته وجود داشت که اپوزیسیون و برخی از اعضای جامعه مدنی روی از او اعتراض کرده بودند، مثل انتخاب نو کمیشنر توسط رئیس جمهور، که حال گفته میشه یک کمیته تعیین شده متشکل از اعضای مختلف من جمله اعضای جامعه مدنی که روی این انتخاب تصمیم میگیرن و فهرست برای رئیس جمهور ارائه میکنن. کمی بیشتر روی این دو مورد که شما هم روی از او تذکر دادین و گفتین که تفاوت نظر وجود داشت، معلومات بدین و اینکه چه تفاوت هایی و چه تغییری در این مورد وارد آمد. دو تغییر آمد، یعنی دو نظر رئیس جمهور ما از 8 مورد پذیرفتیم. بله. یکی رئیس جمهور افغانستان گفته بود که کمیسیون شکایت انتخاباتی نباید کمیسیون مستقل باشه، چون در قانون اساسی کلمه استقلال بر کمیسیون شکایت تذکر نرفته، در این حالی که نام از کمیسیون شکایت هم در قانون اساسی نیامده بود. بله. ما کلمه مستقل از کمیسیون شکایت انتخاباتی حذف کردیم. یک مورد تعدیل رئیس جمهور پذیرفته شد. تعدیل دوم رئیس جمهور
بود که میکانیزم انتخاب کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات بسیار پیچیده در قانون اساسی، در قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات تذکر رفته. اگر این پروسیجر بله. یک مقدار ساده شود بله. که مشکل پیدا نشود، ما گفته بودیم که از پوانتونای دولتی، پوانتونای خصوصی، نهادهای جامعه مدنی افراد باید با کمیته گزینش معرفی شوند. بله بله من اگه فرصت بتین یک نکته دیگه رو میخوام عرض کنم و بدل افغانستان این وقت ما کم است آقای عبدو و من یک سوال مهم دیگه از شما دارم. وقت بسیار کم است، به شکل خلاصه فکر نمی‌کنین که حال برای غور و بررسی قانون اندک دیر باشه، در حالی که کمتر از 10 ماه باقی مانده به انتخابات و این قانون باید به ولسی مشران و جرگه ارائه داده شود از جانب رئیس جمهور، توصیه شوی اندک دیر نیست برای انتخابات در افغانستان؟ یک نکته بسیار به صورت گذرا عرض میکنم، کمیته گزینش مساوی هر دو اتاق شورا هست. در این مورد رئیس جمهور اعتراض نگرفته بود و ما در اون مورد چیزی نگفتیم. فقط پروسیجر انتخاب کمیشنرا ساده شد مطابق نظر رئیس جمهور. دیگه ای که فعلا انتخابات آینده افغانستان منوط وابسته به تصویب قانون تشکیل و صلاحیت و قانون انتخابات هست و در این حال مسائل امنیت و باقی مسائل دیگر، من فکر کنم که وظیفه پارلمان افغانستان است در این مرحله این قانون را باید حتما به تصویب برسد و حکومت مکلف است که انتخابات آینده را در چارچوبات قوانین مصوب هر دو اتاق شورا برگزار بکند تا اینی که نظرات همه در نظر گرفته شود و شفافیت در برگزاری انتخابات آینده پیش بیاید و مورد انتخابات آینده مورد قناعت همه واقع شوند. ممنون و تشکر از شما آقای عبدو که وقت خود در اختیار برنامه گذاشتین و تفصیلی که در قبال قانون برای بیننده ارائه دادین. موفق و معید باشین. تشکر از حضورتان. و خبر دیگری از افغانستان توجه کنید. شبکه زنان افغان بیان می‌دارد که در آن نقاطی که امور امنیتی و مسئولیت‌ها به قوای افغان سپرده شده است، وضعیت برای زنان خراب شده است که دلیل آن را این شبکه نفوذ و رخنه مخالفین دولت در آن مناطق و کم شدن فعالیت زنان در آن ذکر کرد. رئیس این شبکه در کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران در کابل گفت که آنها این معلومات را حین تحقیق در 7 ولایت و 9 ولسوالی به دست آوردند که در آن با 200 زن مصاحبه صورت گرفته است. قضایایی داریم از بسیار و یا واقعات بسیار خراب رخ داده از جاهایی که مثلا نیروهای خارجی مسئولیت را به نیروهای افغانی واگذار شدند و حتی حکومت افغانستان در بسیار جاها مسئولیت امنیت خصوصا زنانی که در رأس و یا رهبری قرار داره اصلا نگرفتند. مثلا مثال خوبی از شما میتونیم که لغمان برتان مثال بدهیم. در این کنفرانس جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز حضور داشت و بیان کرد که این گونه گزارش ها به وزارتخانه ها نیز برای بررسی جدی این موضوعات فرصت را فراهم می آورد. ولی وی اضافه کرد که به طور عمومی وضعیت در ولایتی که در آن مسئولیت ها به افغان ها سپرده شده است خوب است. می‌پردازیم به خبرهای دیگر رسیده از جهان. مظاهره کنندگان در ترکیه به روز دوشنبه در آنقره با پلیس درگیر شدند. این در حالی است که این تظاهرات امروز وارد روز 11 آن گردید. پلیس در آنقره از آب برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان استفاده کرد که در عوض به سمت آنها سنگ پرتاب می‌کردند. این واقعه اندک بعد از آن که سید رجب اردوغان صدر اعظم ترکیه به هزاران حامی خود در آنقره بیان داشت که صبر او با مظاهره کنندگان ضد حکومت اندک است، با وقوع پیوست. از زمان آغاز این تظاهرات در ترکیه 3 تن کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. و اما از لیبیا، لویی درستیز اردوی لیبیا بعد از درگیری میان مظاهره کنندگان و ملیشه‌های حامی حکومت که در آن 31 تن در شهر بنغازی کشته شد، از وظیفه‌اش استعفا داده است. این خشونت به روز شنبه زمانی که مظاهره کنندگان در بنغازی بر یک پایگاه ملیشه‌ها هجوم آوردند که از جانب حکومت تمویل می‌شد تا امنیت را تامین کنند، به وقوع پیوست. مظاهره کنندگان خواهان خلاصلای ملیشه‌ها و دادن مسئولیت‌های امنیتی به قوای امنیتی لیبیا شدند. یوسف المنگوش، لوی درستیز که مسئولیت این ملیشه‌ها را بر عهده داشت، بر روز یکشنبه از مقامش استعفا داد. وی در بخش تعویق ایجاد یک اردوی مؤثر ملی و دادن اجازه به ملیشه‌ها برای رشد و اقتدار تحت انتقاد قرار گرفته بود.
مؤسسات هماهنگ کننده خدمات و فعالیت‌های بشری و خیریه برای پیشبرد امور کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان طرز سلوک یا عمل جدیدی را ترتیب کردند که حمایت نهادهای بین‌المللی در افغانستان را نصف کسب نموده است. به گفته مسئولین مؤسسات هماهنگ کننده، بیش از 2500 مؤسسه خیریه در افغانستان اخلافاً مکلف به امضای این طرز عمل جدید شدند. مؤسسات ملوث به فساد که باعث بدنامی فعالیت‌های کمک رسانی به نیازمندانند، با استفاده از کمیته نظارت و تطبیق طرز العمل اولا تفکیک و بعد به ادارات تمویل کننده و حکومت افغانستان معرفی می شوند. یک سند است که مسئولیت حقوقی را به بار میره و فقط به خاطر ایجاد شفافیت، چون مؤسسات تفاوتش با خصوص با شرکت های خصوصی و مؤسسات انتفاعی است که اینا حسابدهی هستند در برابر مردم، حسابدهی هستند در برابر مراجع قانونی، حسابدهی هستند در برابر تمویل کننده ها. معرفی طرز سلوک جدید برای مؤسسات خیریه در افغانستان در حال است که اخیراً بیش از 200 مؤسسه خیریه به علت عدم شفافیت در امور کاری خود توسط حکومت افغانستان لغو شدند. شماری از دکتران افغان مقیم حومه شهر واشنگتن برنامه ای را برگزار و به افغانها و سایر مسلمانهای مقیم ایالت ورجینیا خدمات صحی را از طریق آن رایگان عرضه کردند. هدف دیگر این تلاش گروهی دکتران افغان ترویج و آموزش دهی مراقبت های صحی در برابر امراض گوناگون است. خدیجه الکوزی و اکمل خالقی گزارش می دهند. چهارمین کمپاین سالانه صحت و سلامتی با توجه به روش‌های وقایوی، معاینات منظم و تشخیص امراض از سوی دکتران مسلکی افغان و گروه رضاکاران در مسجد مصطفی واقع در شمال ایالت ویرجینیا برگزار شد. در این برنامه معاینات صحی، آموزش و مشوره‌های صحی، تشویق و پیگیری مردم از روش‌های منظم معاینات جهت ارتقای مراقبت‌های صحی و بلند بردن سطح آگاهی جامعه شامل بود. دکتر لینا امیری، متخصص امراض چشم و معاون انجمن دکتران مسلکی، در مورد فعالیت‌های این کمپاین گفت: چیزایی که می‌تونیم که در او ما بتونیم پیدا کنیم که یک نفر مریض که دکتر ندیده باید ببینه یا نه. و یک کلگی زیر رایگان است، سال چهارم است که ما این کار کردیم و در سال تقریبا از 50 تا 200 نفر میایه و بسیار خوش هستیم که امسال معلوم میشه که بسیار زیاد مریضا زیاد آمدن و تانستیم که بی یک چیز بسازیم که برای خود مردم افغانستان و مردم افغان در امریکا بشان خدمت شد. بیشتر افرادی که برای معاینات و تداوی مراجعه می کردن وضعیت اقتصادی خوب نداشتن و نمی توانستن بیمه صحی بگیرن. یکی از مراجعین افغان که تازه به ایالات متحده آمریکا آمده میگوید: امروز در مسجد مصطفی دکترای مجانی میان به خاطر علاج هر قسم علاجی که بخواین. ما پرابلم به خاطر دندانایم داشتم و به خاطر چشمم داشتم و خودم اینشورنس ندارم، بیمه هیچ چیز ندارم. خواستم که اینجا بیایم از دکترها و از این مراقبت استفاده کنم. ریحانه نورزاد، رئیس انجمن دکتران مسلکی افغان در ایالت ویرجینیا، در مورد فعالیت های این انجمن در بخش های دیگر نیز یادآوری کرد. فعالیت های دیگر این انجمن ترویج آگاهی درباره گسترش امراض سرطانی در افغانستان و توزیع کتاب های در سی تی بی برای محصلان و دکتران در افغانستان است. مثلا دکترها که از افغانستان میان میخواین که در اینجا پیش ببرن طب خود، میخواین که امتحان ها را بکنن، مثلا یو اس ام ال ای را بکنن. بسیار سخت است امتحان هایی که در اینجا رشته میکنن به انگلیسی است کل زیاد و را کمک میکنیم که پروسسش چطور است و دیگه پیسه زیاد به مو هر امتحان پیسه کار دارن و آدم چطور کمک کنه که پیسه برشان برسه که امتحان خود کامیاب شون و دیگه مو به هر شخص چطور که یک دکتر ما بتونیم که وارا یک جایی کنیم از نگاه منتورشپ یا از نگاه که یک دکتر باشن که حمایتشان بکنن. مثلا دکتر دندان باشه اینجا که اینجا 3-4 سال کار کرده باز میتونه که یک دکتر دندان از افغانستان جبه برشن بگوین رنمایی کنن که شما کدام امتحانه در کجا تیر کنین. دکتر محمد هارون عظیم، متخصص امراض ریوی، از مریضان یاد کرد که به امراض نفستنگی یا استما، امراض مربوط شش و حساسیت ها دچار بودند و برای معاینات و تداوی آمده بودند. وی یادآور شد که این واقعا برای مردم که در این محل اقامت دارند مهم است، تا علاوه بر این که از وضعیت صحی خود بدانند، از مراقبت های صحی نیز آگاهی یابند. وی در مورد ترویج و برنامه ریزی همچو پروگرام ها در افغانستان گفت: اونایی که حال طبابت هستن از این میتونن از این آیدیا و مفکوره یک استفاده مثبت کنن و عین پروگرام ها را
میتونن به داخل افغانستان، کابل و به ایالت های دیگه هم شروع کنن. در این برنامه خدمات در بخش های مختلف طبی و معالجوی از قبیل چشم، گوش گلو، دندان، امراض تنفسی، قلبی، عصبی و داخله شامل بود. همچنان در بخش های مختلف طبابت وسایل با تکنولوژی های پیشرفته آماده شده بود که مریضان با اعتماد بیشتر از این تداوی ها مستفید می شدن. دکتر محمد کریم علی استاد پوهنتون جورج واشنگتن گفت در یک جامعه سیستم های مراقبت های صحی و انکشاف آن علاوه از ارزش های اجتماعی رفاه در خانواده ها را نیز مهیا می سازد. وی از ابتلا شدن مریضان به امراض کری و التهابات گلو ذکر نمود و اینکه با آنها چگونه مشوره می دهند. کوشش می کنیم که راهنمایی کنیم شان به دایرکشن که مثلا اینجا فری کلینیک از طرف فیرفاکس کاونتی و لاودن کاونتی داره و اونجا که میرن تست های شنوایی میشن. کمپاین های صحت سلامتی همیشه به خاطر آگاهی مردم در ایالات متحده برگزار می شود، اما این کمپاین از سوی انجمن مسلکی دکتران به خاطر آگاهی افغانان مقیم ویرجینیا و مسلمانان مقیم ویرجینیا برگزار شده که نه تنها فعالیت های افغان ها را در این کشور نشان می ده، بلکه همبستگی و اتحاد افغان ها را نیز تقویت می بخشد. خدیجه الکوزه، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، ویرجینیا. چهره های مورد اعتماد و آشنای تلویزیون آشنا. اکنون صدای آنان را از طریق رادیو آشنا 100.5 FM نیز بشنوید. و حال گزیده ای از اخبار جالب و دیدنی جهان را مثل هر روز در گزارشی از همکارم خدیجه البوزری مشاهده می کنید. مصر. در هفتمین جشنواره سالانه صنایع دستی در مصر آثار صنایع دستی که بخشی از فرهنگ هنرهای زیبا به شمار می رود به نمایش گذاشته شد. در این نمایش کلالها با مهارت‌های خاص ساختن کوزه‌های گلی و ظروف گلی را نشان می‌دادند که توجه بازدیدکنندگان را جلب نموده بود. مسئولین تلاش می‌ورزند تا با تطویر همچون نمایشات میراث فرهنگی کشورشان را حفظ کرده و از سوی دیگر توجه سیاحین را در منطقه جلب کنند. مراکش. جشنواره تحت عنوان فاز در مراکش دایر شد که در این برنامه هنرمندان موسیقی کلاسیک از مناطق مختلف با فرهنگ‌های گوناگون شرکت ورزیده بودند. این گروه فرهنگ ورزی را راه رسیدن به زندگی سعادتمند می‌دانند. آنها به این عقیده‌اند که موسیقی زبان است که همه مردم و فرهنگ‌ها را با بیان احساساتشان در جهان مشترک می‌سازد. تایلند. نمایشگاه گلخانه با نمایش گذاشتن هزاران گل در یک فروشگاه گل در مرکز بنکاک دایر شد. در این نمایش فیل‌ها را از گل‌های رنگارنگ به ارتفاع 2.5 متر تزیین نموده بودند که مورد توجه قرار گرفت. گلسازان داستان‌های تایلندی را با مهارت‌های عجیب از گل به تصویر کشیده بودند. در این نمایش از 120 نوع گل و گیاهان دیگر استفاده شده بود و بیش از 100 کار با گلها تر و دیزاین شده بود. جمهوری چک. یک پیلوت فرانسوی با نمایشات اکروباتیک در پراگ پایتخت جمهوری چک توجه باشندگان منطقه را جلب نموده بود. این پیلوت ماهر با مدت 90 ثانیه نمایشات عجیب را با تجربه مسلکی خود نشان داد که موجب شور و هیجان 20,000 تماشاگر قرار گرفته بود. به
بینندگان محترم، در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار داریم، ولی باز هم یادآور میشوم که در مباحثه مجازی ما در صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا معاون والی زابل با ما خواهند بود تا در قبال تهاجم انتحاری که در آن ولایت صورت گرفت، تدابیر امنیتی قوای امنیتی افغان و به طور کل تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی در سرتاسر افغانستان و قوای افغان معلومات را با شما در میان بگذارند و به نظریات و سوال های شما نیز پاسخ بگویند. در ختم برنامه های ما، برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا آغاز می‌گردد که با میز مدور و بحث همراه خواهد بود. امیدوارم شرکت در این بحث ها را نیز فراموش نکنید در نیم ساعت بعدی و همراهی ما را نیز در بخش پشتو. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.